هرچه در دنیای ماینکرافت پیش میریم به موجودات مرموزتری برمیخوریم. از مرموزترین و ناشناخته ترین موجودات بازی میتونیم به کریپرها اشاره کنیم که معلوم نیست چی هستن و چه جور موجودی به حساب میان که قابلیت انفجار دارن. اما از کریپرها مرموزتر اندرمنها هستن. اندرمنها از سری ماب‌های بازی هستن که ماهیت مشخصی ندارن و به عنوان دشمن نمیشه بهشون نگاه کرد. احتمالاً چیزی بیش از این که ما به چشم میبینیم پشت کاراکتر اندرمن نهفته باشه و فقط یک موجود بلندقد مرموز نباشن. این احتمال وجود داره که اونها سایه های اشخاص مختلفی در بازی باشن. اما سایه کی میتونن باشن؟ در این ویدیو میخوایم سر نخهایی رو بررسی کنیم تا شاید بتونیم سر از راز اونها در بیاریم و این کاراکترهای مرموز و عجیب رو بیشتر بشناسیم. قبل از دیدن ویدیو یادتون نره حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا ویدیوهای جدید رو از دست ندید. در اینستاگرام هم مطالب متفاوتی میذاریم، پس اونم فالو کنید. حالا بریم سراغ ویدیو. در سری ویدیوهایی که در مورد ماینکرافت ساختیم، تلاش کردیم کاراکترهای بازی رو بررسی کنیم و به مکانهای اسرارآمیز بازی سرک بکشیم و در آنها کندوکاو کنیم. یکی دیگه از مکانهای مرموز دنیای ماینکرافت انده و یکی از مرموزترین کاراکترهای بازی اندرمنها به حساب میان که میخوایم اونها رو مورد بررسی قرار بدیم. اندرمنها یکی از مابهای بی خطر بازی به حساب میان که فقط در صورتی که تحریکشون کنی به شما حمله میکنن. اونها میتونن بلاک‌ها رو به سمت شما پرتاب کنن. اما جالبتر از همه اینا میشه به قابلیت تلپورت اونا اشاره کرد. به نظر میاد اونها به راحتی میتونن تا بیش از 30 بلاک جابجا بشن. اگر به ماب‌های دیگه ماینکرافت نگاه کنید، به نظر نمیاد هیچ کدوم همچین قابلیتی داشته باشن. ماب‌های دیگه مثل زامبی‌ها و اسکلت‌ها میتونن راه برن و حتی عنکبوت‌ها میتونن بپرن و سریع حرکت کنن. اما حرکت اندرمن‌ها کاملا متفاوته و خیلی سریع میتونن مسافت زیادی رو در چشم هم زدن جابجا بشن. در اوورووت هیچ مابی نمیتونه مثل اندرمن‌ها حرکت کنه. پس شاید اگر حرکت اونها رو بتونیم درک کنیم و متوجه بشیم چطور اون کار انجام میدن، شاید بتونیم دنیای اونها رو هم درک کنیم. برای این منظور باید به اند سفر کنیم، جایی که اندرمن ها به اونجا تعلق دارن. در اند اندرمن ها بزرگترین جامعه از موجودات زنده به حساب نمیان. اونا حتی از نظر تعداد هم بیشترین نیستن، بلکه بیشترین تعداد متعلق به درختان این بخش از دنیای ماینکرافته. اینطور به نظر میاد که درختان ریشه حل معمای اندرمن ها به حساب بیان. به خاطر همین هم است که بهتره در مورد اونها بیشتر بدونیم. اسم درخت‌های این دنیا The Chorus Tree هست. بیایم به این درخت‌ها نگاهی بندازیم. این درخت رو از نوعی درخت به نام درخت جوشوا که بومی غرب آمریکاست برداشتن. این درختان دارای چند شاخه و همچنین گل‌های درشتی هستن که اگر این گل‌ها رو در اند بکارید درخت جدیدی از اون رشد می‌کنه که این برای یک گیاه چیز عجیبی به نظر نمیاد و خیلی گیاهان هستن که تولید مثل این شکلی دارن. اما چیزی که در مورد این درختان عجیبه اینه که اونها میوه میدن، ولی میوه‌هاشون مثل بقیه گیاهانی که میوه میدن نمیتونن منجر به تولید مثل و رویش درخت جدیدی بشن. میوه این درخت از نظرات دیگه هم متفاوته و این تفاوت رو موقعی متوجه میشید که میوه این درخت رو میخورید. موقعی که این میوه رو میخورید میتونید تلپورت کنید. اما مسافت‌های کوتاهی رو میتونید بپیمایید و مثل اندرمن‌ها نمیتونید خیلی جابجا بشید. این میتونه این نظریه رو برای ما به وجود بیاره که شروع تلپورت‌ها از این درخت بوده، چون امکان داره به عنوان غذای اندرمن‌ها از میوه‌هاش استفاده شده باشه. در دنیای انت با موجودات دیگری به نام شالکر هم آشنا میشیم که میبینیم اونها هم قابلیت تلپورت‌های کوتاه دارن. شالکرها میتونن تا 3 بلاک جابجا بشن که به نسبت اندرمن‌ها کمه، اما باز هم تلپورت حساب میشه. تا اینجا به 3 تلپورت مختلف در دنیای ماینکرافت برخوردیم که کمترین اونها از طریق خوردن میوه درختان این دنیا و بعد از اون شالکرها و در نهایت بیشترین اونها اندرمن‌ها بودن. اما چطور این کارو انجام میدن؟ از بحث اندرمن ها دور نشیم. این ویدیو در مورد اونهاست، پس به دنبال داستان اندرمن ها باشیم. گفتیم که اندرمن ها باهوش ترین موجودات دنیای اند به حساب میان. شاید هم باهوش ترین ماب های کل دنیای ماینکرافت باشن. احتمالاً خیلیاتون توی بازی صحبت کردن اندرمن ها رو هم شنیده باشید. احتمالاً کلمات شبیه به واتساپ به معنی چطوری یا هی رو از اندرمن ها شنیدید. بعضی از ماب های بازی قابلیت ساخت بلاک‌ها و اشیا و سازه‌ها را دارند و بعضی‌های دیگه قابلیت خراب کردن اونها را دارند. بعضی از ماب‌های بازی مثل کریپرها قابلیت تخریب بلاک‌ها را دارند، ولی اندرمن‌ها هر دو قابلیت رو در بازی دارند و شاید اندرمن‌ها هستن که ماینکرافت رو ماینکرافت می‌کنن. اندرمن‌ها تکاملی یافته‌ترین موجودات این دنیا به حساب میان. اونها تنها موجوداتی هستن که میتونن متریال‌های بازی رو به چیزهای جدید تبدیل کنن. مثلا میوه های درختان دنیای خودشون رو به بلاک های برای ساخت و ساز تبدیل می کنند که از بقیه ماب ها چنین کاری رو نمی بینیم.
این امکان وجود داره که اونها با هوش زیادی که دارن تونسته باشن میوه های درختان دنیاشون رو تبدیل به موادی کرده باشن که بتونن باهاش تلپورت های زیادی رو انجام بدن. همچنین اندرمن ها ماب هایی هستن که توانایی ساخت ده اندرپل یا جواهر دنیای اند رو دارن که قدرت بسیار زیادی در تلپورت کردن رو در اختیار هر کسی که اون رو به دست بیاره میده. این جواهر که در اصل یک مروارید هست شی بسیار مهمی در دنیای اند به حساب میاد. در دنیای واقعی هم مروارید جواهر بسیار با ارزشیه و قیمت خیلی زیادی داره. برای تولید مروارید یک نرمتن مثل صدف باید مدت زمان زیادی رو صرف کنه تا بتونه اون رو به وجود بیاره. صدف درون خودش مروارید رو نگه میداره. این شما رو یاد چی میندازه؟ این توصیف خیلی شبیه به شالکره. یک پوسته بیرونی داره و یک موجود داخلش وجود داره که شبیه به صدفه. اگر مروارید اند به طور طبیعی داخل شالکرها به وجود بیاد چی؟ شاید هم به خاطر همینه که شالکرها قابلیت کنترل تلپورت رو دارن. شاید اندرمن ها این رو فهمیدن و از مرواریدهای داخل شالکرها برای تلپورت کردن خودشون دارن استفاده میکنن. در دنیای واقعی میدونیم که مزارعی برای پرورش مروارید وجود داره. در مزارع پرورش مروارید صدف ها رو برای تولید مروارید پرورش میدن و نگهداری میکنن. ما شالکرها رو توی ان سیتی میبینیم. شاید ان سیتی در اصل شهر نباشه و مزارعی برای نگهداری و پرورش شالکرها باشه که اندرمنها درون اون به تولید مروارید مشغول هستن. احتمال این وجود داره که اندرمنها هم مزارعی از شالکرها داشته باشن تا بتونن از طریق مرواریدهایی که اونها تولید میکنن برای خودشون امکان تلپورت رو به وجود بیارن، که اگه اینطور باشه نشونه اینه که اندرمنها به طور طبیعی امکان تلپورت رو ندارن. اگه این تئوری در مورد اندرمنها و توانایی ساخت و ساز اونها درست باشه، میتونیم اندرمنها رو باهوشترین موجودات بازی بدونیم که قابلیت ساخت سازه‌های مختلف رو دارن. این احتمال وجود داره با توجه به هوشی که اندرمنها دارن از مرواریدهای داخل شالکرها برای تلپورت کردن استفاده کرده باشن و بعد از اون به پتانسیل تلپورت پی برده باشن و خواسته باشن تلپورت رو گسترش بدن و بیش از استفاده متداولش ازش استفاده کنن. آیا امکان داره اونها با استفاده از تلپورت و گسترش قدرت اون بتونن از اند بیرون بیان و بقیه دنیا رو هم ببینن؟ اونا دست به کار شدن و شروع به ساخت پورتال کردن و در نهایت موفق شدن از اند خارج بشن. اما مشکل جدیدی براشون به وجود اومد. اونم این بود که راه برگشتی برای اند وجود نداشت. اندرمن هایی که از طریق پورتال از اند خارج شدن، خودشون رو در دنیای جدید با بلاک های متفاوت دیدن. پوشش گیاهی جدید و جانورانی که تا به حال مثل اونها رو ندیده بودن و هیچ شباهتی به اند نداشت. حتی آسمون هم متفاوت بود و هر از گاهی شروع به باریدن می‌کرد. اونها خودشون رو توی دنیاهای جدیدی دیدن که براشون بیگانه بود و برای اینکه بتونن زنده بمونن و به بقای خودشون توی دنیاهای جدید ادامه بدن، شروع به ساخت و ساز کردن و سازه‌های جدیدی رو به وجود آوردن که تو گوشه کنار بازی اونها رو می‌بینیم و از روی شباهت‌هایی که به سازه‌های دنیای اند داره میشه حدس زد کار اندرمن‌ها بوده. خیلی زود فهمیدن که سنگ متریال ساخت و ساز عمومی دنیای جدیده و از سنگ برای ساخت قلعه‌هاشون استفاده کردن. اونها قلعه‌های خودشون رو بنا کردن و زمان زیادی رو صرف ساختن پورتال کردن تا بتونن به دنیای خودشون برگردن، اما هرگز موفق نشدن اون رو به پایان برسونن و پورتال رو کامل کنن. اونها بعد از کلی تلاش موفق به ساخت پورتال شدن، ولی مقصد پورتال به اند نبود و از ابعاد دیگه‌ای سر در آوردن. متریال استفاده شده در پورتال جدید آبزیدین بود که در ویدیو پیگلین‌ها به اون اشاره کردیم و گفتیم متریال کمیابی در اورورلد به حساب میاد، ولی مقصد این پورتال به دنیای جدیدی بود. اندرمن‌ها بالاخره فهمیدن بخشی از پازل ساخت پورتالی که گم کرده بودن حرارته. اندرمن‌ها برای کنترل حرارت زیاد از مواد مذاب استفاده کردن، اما همه جا نمیشه مواد مذاب پیدا کرد، پس به دنبال جایگزین اون گشتن و در نهایت هم پیدا کردن. اون جایگزین بلیزز بود. اونا با گشتن بلیزز و به دست آوردن حرارت درونی اون و اضافه کردن حرارت به مرواریدهای انت، مروارید جدیدی رو ساختن که قابلیت تلپورت بسیار زیادی رو داشت. اسم این محصول جدید آی آف اندر یا چشم اندر بود و در نهایت به وسیله اون تونستن پورتال رو کامل کنن و به اند برگردن. اندرمن هایی که برای اولین بار موفق به این کار شدن رو پیشاهنگان اندرمن نامیدن و از اونها تقدیر کردن. اونا تونستن ثابت کنن که میشه بین ابعاد رفت و آمد کرد و از اون به بعد در تمامی ابعاد دنیای ماینکرافت شاهد حضور اندرمن ها بودیم. بعد از اونها گروه های از اندرمن ها اند رو به مقصد ابعاد دیگه ترک کردن و شروع به پرسه زدن در تمامی ابعاد دنیای بازی کردن و به همین خاطر همه جای دنیای بازی متوجه حضور اونها میشید. بعضی از اونها در اند موندن و گروه های دیگه از اونها به ندر و اورورلد رفتن و سازه هایی رو بنا کردن و به کندوکاف در دنیاهای مختلف ماینکرافت مشغول شدن. به بررسی پورتال ها بپردازیم. مواد لازم برای ساخت پورتال ها اول حرارت بود، بعد از اون متریال سخت.
در پورتال ندر آبزویان رو با حرارت مواد مضاد فعال میکنیم و در پورتال اند حرارت رو با مروارید اند مخلوط میکنیم و چشم اند رو میسازیم. در پورتال خروجی اند هم سنگهای سیاهی رو میبینیم که در دنیای اند شبیه به اونها وجود نداره و احتمالاً از حرارت دادن نوعی متریال در دنیای اند ساخته شدن. اما چه متریالی رو با حرارت دادن به اون سنگهای سیاه تبدیل کردن؟ در مورد متریال به کار رفته در پورتال اند تئوری‌های مختلفی است که خیلی ها با تئوری‌های موجود مخالفن و هیچ قطعیتی در موردش وجود نداره. یکی از این تئوری‌ها اینه که میگن اند خیلی داغ‌تر از بخش‌های دیگه دنیای بازیه، حتی داغ‌تر از ندر. اما این قطعیت نداره. اگر شما در مورد این تئوری نظری دارید بگید تا همه ازش باخبر بشیم. اولین اندرمن‌هایی که از پورتال‌ها برای تلپورت استفاده کردن، هدف بی‌حد و حصر داشتن و اون هم استفاده از منابع بی‌پایان تمامی دنیاها بود. ولی شاید این فکر به اشتباهی بزرگ منجر شد. این فکر اونها را به طمع انداخت تا حالا که هم دانش این کار را داشتن و هم متریال مورد نیازش رو به بعد دوم یا سوم و چهارم و بیشتر برن تا از همه منابع اونها استفاده کنن. اونها به هر بعدی که می‌رفتن متریال‌های جدیدی رو با خودشون به علم می‌بردن و چیزهای جدیدی رو باهاش می‌ساختن. در نهایت به ساختن پورتال جدیدی از متریال‌های جدید دست دادن تا به دنیای جدید از دنیای خودشون تلپورت کنن. اونها شروع به ساخت پورتال جدید کردند و در همین حین متوجه شدند اگر اشکای گس‌ها رو با چشم اند مخلوط کنند به کریستال جدیدی دست پیدا می‌کنند. این یک موفقیت جدیدی بود که منجر به ساخت مواد متراکم‌تری شد که امیدوار بودند با این مواد جدید بتونن دری رو به دنیای جدیدی باز کنند. پس از هفته‌ها تلاش ستون‌های عظیمی رو بنا کردند و ماده جدیدی رو روی ستون‌ها قرار دادند و با آتش زدن کریستال‌های جدید دریچه رو ایجاد کردند. اما در این هنگام به جای اینکه پورتال جدید به وجود بیاد به وحشت عظیم منتهی شد و اژدهای اند ظاهر شد که انرژی خودش رو از بلورهای جدید میگرفت و دروازه کیهانی رو برای همیشه بست و اندرمنهایی که توی جزیره اند بودن رو برای همیشه به دام انداخت. جهانهای دیگه که از موضوع اژدها باخبر شدن برای محافظت از خود پورتالهای منتهی به اند رو بستن به امید اینکه گذر زمان باعث مرگ اژدها بشه. این اتفاق افتاد. اژدها نامیرا نبود و با گذشت زمان پیر شد و مرد. در هنگام مرگ اژدها، اندرمن‌ها دوباره پورتال‌هاشون رو باز کردن و به بُعدهای دیگه سفر کردن. اما یک اشکالی به وجود اومد، اون هم این بود که اژدها تخم‌گذاری کرده بود و اژدهای جدیدی به دنیا اومد که منجر به بسته شدن مجدد پورتال شد. این چرخه دائما اتفاق می‌افتاد و مثل ققنوسی که از خاکستر خودش دوباره متولد میشه، اژدها هم موقع مرگ تخم‌گذاری می‌کرد و دوباره متولد می‌شد. در این بازه کوتاه بین مرگ اژدها و تولد اژدهای جدید، اندرمن‌ها بین بُعدها رفت آمد می‌کردن. اونا حتی سر اژدها رو به کشتی‌های خودشون وصل کردن و با استفاده از قدرت سر اژدها در بازه زمانی کوتاهی در زمان سفر کردن. بلایی که بعد از به وجود آمدن اژدها بر سر اندرمن‌ها اومد این بود که اونا می‌خواستن به جایگاه خدایی در دنیای بازی دست پیدا کنن، ولی در اصل به نابودی کشیده شدن. با گذشت سال‌ها و بسته ماندن پورتال قدیمی دنیای اند، تعداد انگوش شماری از اندرمن‌ها در بُعدهای دیگر باقی موندن. سازه‌ها و قلعه‌ها به دست ویلیجرها و ایلیجرها و پیگلن‌ها افتاد. اندرمن ها قدرتی نداشتن و به موجودات ساده دنیای بازی تبدیل شده بودند. در همین زمان سر و کله پلیرها به دنیای بازی باز میشه. پلیرها با ماپ های بازی متفاوت بودند. برخلاف ماپ ها که از سوش پایینی برخوردار بودند و ساختار ذهنی ساده ای داشتن، پلیرها باهوش بودند و به دنبال کندوکاف در دنیای بازی و به دست آوردن سلاح های جدید و ساخت مجنون های پرقدرت در بازی بودند. پلیرها اندرمن ها رو به یاد خودشون مینداختن. از این رو اندرمن‌ها تلاش کردن با پلیرها ارتباط برقرار کنند تا شاید به کمک پلیر بتونن پورتال دنیای اند رو بازسازی کنن و اژدها رو شکست بدن و اند و هم‌نوعانشون رو نجات بدن. این تئوری که در مورد اندرمن‌ها برای شما گفتیم کامل‌ترین تئوری در مورد اونها بود. در همه جای اینترنت در مورد اندرمن‌ها تئوری‌های مختلفی وجود داره که هر کدوم به بخشی از این داستان و تئوری درون اون اشاره می‌کنن و جمع‌بندی کلی در مورد اندرمن‌ها وجود نداره. با توجه به تئوری که براتون گفتیم، اندرمن‌ها در دنیای ماینکرافت نقش بزرگی دارن و در اصل نقش معادل انسان‌های نخستین در دنیای واقعی رو بازی می‌کنن. درسته که الان بازیکن می‌تونه پورتال‌ها رو بنا کنه، اما این مثل روشن کردن شعله چراغ گازی یا شمع در مقابل پیدایش اولین آتش می‌مونه. اندرمن‌ها انسان‌های اولیه‌ای بودن که آتش رو اختراع کردن، سازه‌ها رو بنا کردن و به درجه رسیدن که خودشون رو خدا می‌دونستن. اما حرص زیاد اونها برای دانش به ناکجا آباد کشیده شد و اژدهای اند به وجود اومد که همه چیز رو به هم ریخت. چرخه به وجود اومده توسط اژدها در آخر توسط بازیکن شکسته شد تا بتونه اشتباهی که اونها مرتکب شده بودن رو جبران کنه و هم‌نوعان اونها رو آزاد کنه. خب ازتون ممنونیم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید.
اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید تا در آینده ویدیوهای بیشتری تولید کنیم.